داخل ویدیو امروز میخوام بهتون یه متد جدید و خفن آموزش بدم که شما فقط با کپی پیست کردن متنی که بهتون میگم هر بار میتونید $10 به دست بیارید و هیچ لیمیتی هم ندارید، یعنی روزانه میتونید 100 بار این کارو انجام بدید و درآمد خفن روزانه داشته باشید. بچه‌ها خیلی ساده هم با انواع اقسام اکانت‌ها برداشت بزنید، مثل پیر که داخل ایران هم میتونید برداشتتون رو بزنید. فهمیدید که تا آخر ویدیو رو همراه من تماشا بکنید. سلام بر بچه خفن سوید مانی. بچه‌ها خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال من. اسم من مانی، هر روز براتون دو تا ویدیو دارم از جدیدترین روش‌های کسب درآمد دلاری. داخل ویدیو امروز بچه‌ها می‌خوام بهتون یک سایت خفن رو معرفی کنم و یک متد جدید رو که داخل این سایت شما میتونید با کپی پیست کردن چیزی که من بهتون میگم و ساخت یک لیست تاپ 10 بتونید درآمد خفن داشته باشید و برای هر بار ساخت این آرتیکل $10 پول بگیرید. بچه‌ها تکرار میکنم، هیچ کدوم از ویدیوهایی که من براتون میذارم نیاز به هیچ تخصص و هیچ تجربه ای نداره، نه زبان انگلیسی نه هیچ تجربه و تخصص دیگه ای. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید، یک کامنت برام بذارید و کلی به انرژی و انگیزه برید. بچه‌ها خیلی عشقی، دمتون حسابی گرم. جوین کانال تلگرامم حتما بشید، لینک هر سایتی که توی ویدیو ازش استفاده شده توی کانال تلگرام هم هست. بچه‌ها چیزی نمونده تا 3000 تا شدن، خیلی سریع به قرعه کشی 2 میلیون تومانیمون هم میرسیم، پس حتما اصلا جوین کانال تلگرام بشید. بچا لینکش هم توی دیسکریپشن و هم توی کامنت اول براتون پین شده. خیلی عشقید، خیلی عرض دادم، بزنید بریم سراغ این ویدیوی خف. خب بچا ما وارد سایت آرتیکل اینسایدر شدیم. این سایت اولا بگم بهتون علاوه بر کاری که ما امروز داریم میکنیم، برای دوستانی که خودشون هم مقاله می‌نویسن و دنبال یک سایتی هستن برای فروش مقالهشون، خیلی سایت مناسبیه و خیلی هم سایتی هستش که اسکم نیست و سایت خفنیه بچه‌ها. اما با متدی که من امروز می‌خوام بهتون بگم، شما برای ساخت یک لیست تاپ 10 می‌خواید تلاش کنید. ببینید توی اینجا مثلا داره، نمیدونم تاپ 10 دیفرنس بیتوین لرنینگ اند ادویکیشن، نمیدونم چیزای مختلف اینجا داره. اما کار ما گفتم خیلی سریع انجام میشه و روزانه، هیچ لیمیتی هم نداره، یعنی 10 تا 20 تا کار روزانه انجام بده. پس عددی که توی تایتل ویدیو براتون زدم انقدر نگید کلیک بیت و فلان و اینه، شما بیا کار کن، اگه پولو بهت نداد بعد بیا فوششو به من بده، ولی اول تلاشتون رو بکنید. توی سایت که میاد، خب از این قسمت سمت چپ شما میتونید اکانت بسازید. بچه‌ها ساخت اکانتش به شدت ساده است، دیگه من نشون ندادم توی ویدیو، ولی با اکانت گوگلتون هم میتونید بسازید اکانتتون رو. بچه ها وقتی که این قسمت میاد میگه که you will get $10 for every article that is published، میگه که شما $10 میگیرید برای هر آرتیکلی که توی این سایت بیاید پابلیک کنید و بذاریدش. بچه ها میگه که هیچ لیمیتی برای آرتیکل های شما وجود نداره، یعنی هر چند تا دوست داری پابلیک بکن، ولی موردی که هست میگه که این آرتیکل باید 100% اورجینال باشه، یعنی خودتون نوشته باشید. اما من با کپی پیست کار میکنم که آرتیکل اورجینال باشه، خیالتون راحت. به خاطر همینم هم هستش که $10 میده، چون اگه خب قرار باشه همه کپی پیست کنن که خب نمیشه که. و متدهای برداشتش با ویا بانک هستش، پیپال، اسکریل، پیر و پی تی ام و یو پی آی، که خب شما با پیر خیلی ساده داخل ایران هم میتونید برداشتتون رو بزنید. بچه ها برای ساخت این آرتیکل تاپ 10 شما باید داخل سایت کوورا برید. بچه‌ها سایت کوورا یک سایت و یک کامیونیتی هستش که مثل توییتر، مثل سایت‌های مختلف میان راجع به چیزهای مختلفی داخلش صحبت می‌کنن. بچه‌ها این قسمت شما میاید سرچ می‌کنید تاپ، چرا انگلیسی نیست، تاپ 10 لوکچری واچ برند، 10 تا از لاکچری ترین تاپ 10 لاکچری ترین برندهای جهان ساعت رو برای شما سرچ کردید که براتون بیاره. حالا این قسمت کلی نظرات مختلف برای شما اومده راجع به 10 تا از لاکچری ترین برندهای جهان، یعنی یه نفر مثلا برند اولش ای پی، یکی برند اولش رولکس، یکی برند اولش مثلا چه میدونم اونور مثلا برای ساعت‌های مارک دیگه‌ای هستش. اما شما این قسمت مثلا میبینید تمام ساعت‌ها رو با اون عکسشون یا چیزهای مختلف برای شما آورده. حالا ما کلیک میکنیم روی این پست که ببینیم اون لیست تاپ 10ش به چه صورت هستش، یا مثلا تاپ 10ی که نوشته به چه صورت هستش. بچه‌ها این قسمت مثلا برای شما آورده، ببینید برند اول آورده رولکس، مثلا دومی پیتک فلیپ، سومی مثلا ای پی، چهارمی اومگا، میبینید براتون آورده. حالا کاری که شما باید بکنید چیه؟ وارد سایت گوگل داکس میشید. بچه اگر نمیشناسید سرچ کنید docs.google.com
براتون میاره، اما من لینک سایت رو توی چنل تلگرام براتون همین الان هم گذاشتم. تایتل شما رو میذارید، اون تایتلی که میخواید برای پستتون تهیه بکنید رو میذارید. Top 10 luxury watch brand. حالا این رو مثلا میاید یه مقداری برای نوشتن و مرتب بودنشه. این قسمت می نویسید از دقیقا چیزی که این قسمت به دست آوردید. برند اول رولکس. خب بعد از اینکه این رولکس رو اینجا تایپ کردید، این قسمت دوباره گوگل داکس رو من بیارم، یه یک میزنید، یه خط تیره و رولکس رو تایپ میکنید. وقتی که اینجا تایپ کردید، حالا برای توضیحات راجع به برند رولکس هم میتونید از این قسمت بنویسید که Rolex is a renowned Swiss luxury watch brand no flan، یا میتونید این قسمت بیاید و خودتون سرچ کنید Rolex Wikipedia. خب Rolex Wikipedia رو سرچ میکنید و این قسمت خودش میاد برای شما یک سری توضیحات راجع به Rolex میاره بچه ها. اما موضوعی که هستش اینه که شما اگر این رو بیاید و دقیقا همین رو کپی بکنید و اون قسمت بذارید، دیگه این اورجینال نیست و کاملا مشخص از دیگه شناخته شده ترین سایت جهان مثل ویکی‌پدیا دارید کار انجام میدید و کاملا تابلوه که آقا شما این رو کپی کردید. پس کاری که میکنید چی هستش؟ این قسمت میایید این رو کپی میکنید تا این قسمت همین سادگی و این رو نمیایید بذارید اونجا، وارد یک سایتی میشید به نام اسپین بات. بچه اینا رو همه رو توی چنل تلگرام براتون گذاشتم. سایت اسپین بات میاد چیکار میکنه؟ شما وقتی که کل این رو برای پیست میکنید اینجا، میاد تمام این متن رو بدون اینکه معنی و منظور متن عوض بشه نوشتارش رو عوض میکنه. مثلا بفرما و بشین، جفتش معنی نشستن میدیدید، تعارف زدن برای نشستن، اما مثلا بفرما بشین، مثلا لطفاً، خواهشاً، نمیدونم اینا، یه همچین حالتی داره این کلمات. مثلا لطفاً رو میکنه خواهشاً، معنی یه چیزه ولی نوشتارش فرق داره. این گزینه اسپین رو این قسمت کلیک میکنید و میبینید که ساکسسفول شد و برای شما یک متن جدید آورد. حالا این متن جدیده رو میاد کپی میکنید و این قسمت توی توضیحات راجع به رولکس پیست میکنید. بچه ها این شد اولی ما. دومی رو این قسمت دوباره دو میزنید و برند بعدیتون رو می‌نویسید. مثلا برند بعدیتون پیتک فلیپ بود، این قسمت میتونید بنویسید، یا مثلا اینجا کپیش میکنید و دوباره توی گوگل داکس پیستش میکنید. خب اجازه بدید به همین سادگی. خب حالا میایید دوباره پیتک فلیپ رو سرچ میکنید داخل ویکی‌پدیا و این قسمت پیتک فلیپ ویکی سرچ میکنید و حالا یک سری توضیحات راجع به برند پیتک فلیپ سرچ دارید و میاد کل این رو دوباره کپی میکنید به همین سادگی و دوباره داخل سایت اسپین بات میندازینش. بچه ها میبینید، بذارید من متن رو براتون بیارم که فرقش رو ببینید. Is a Swiss luxury watch and clock من فلان فلان located in canton of من چی کجا. اسپین رو میزنیم و میبینیم که این قسمت براتون عوض شده و مثلا positioned in made in نمیدونم content of فلان رو گذاشته position، مثلا اون نوشتار جمله رو عوض کرده. دوباره ما این رو میایم کپی میکنیم و این قسمت پیستش میکنیم به همین سادگی. اجازه بدید من این رو یکم اینش رو عوض کنم. خب یکم هم داره درشت برامو مینویسه اینجوری. خیلی ساده میایم این رو هم مینویسیم و با تمامی برندهای دیگه هم همین کار رو میکنیم. مثلا برند بعدی ای پی هسته بچه ها، ادومارز پیجوت فکر میکنم، یا پیگت نمیدونم چه جوری تلفظ میشه ولی بهش میگن ای پی اصطلاحا. میایم مثلا ای پی رو میایم کپی میکنیم، این قسمت دوباره میزنیم سه، این رو یه دونه میایم پایین میزنیم سه، این رو کلیک میکنیم و مینویسیم مثلا ای پی. دوباره میایم راجع به این برند هم یک متنی میایم آماده میکنیم، مثلا اون ویکی‌پدیا داخل سایت اسپید مات میندازیم و اینجا آماده میکنیم. یک لیست 10 تایی از این با توضیحاتشون رو ما الان اینجا داریم و چون تمام توضیحات رو داخل اسپین بات انداختیم و نوشتارش رو تغییر دادیم، کاملا اورجینال هستن، یعنی کپی شده، از هیچ جا نیستن بچه‌ها.
بعد از این شما توی همین سایت آرتیکل اینسایدر دوباره میاد و این قسمت کلیک میکنید روی قسمت سابمیت یور آرتیکل. بچه وقتی روی این قسمت کلیک بکنید اینجا برای شما میاره که پست تایتلتون رو اینجا وارد بکنید که ما پست تایتلمون رو از همین در واقع این رو میایم کپی میکنیم و این قسمت پیستش میکنیم به همین سادگی و این قسمت تمام اون آرتیکلی که آماده کردیم رو میایم و کپی میکنیم و اینجا پیست میکنیم. حالا این کامل نیست بچه ها، ببینید ما باید این رو کاملش رو بیایم کپی بکنیم و اینجا پیست بکنیم و یک آرتیکل خیلی خفن و پروپیمونی اینجا داشته باشیم. ببینید 10 تا چیزه و ما فعلا فقط 2 تاشو توضیحاتشو نوشتیم. وقتی اون 10 تاشو بنویسیم یه توضیحات پروپیمونی هست و چون اسپینش کردیم دیگه اورجینال هم هست. بعد از اون آی نات روبات رو کلیک میکنیم و سابمیت یور پست رو میزنید. بچه‌ها پستتون رو تایید میکنن مطمئنن چون یک پست خیلی خفنی گذاشتید و بعد از اون خیلی ساده پول به حسابتون واریز میشه، همون 10 دلار به حساب سایت واریز میشه و برای برداشتش روی گزینه ویدرا کلیک میکنید. بچه‌ها اینجا خودش براتون توضیح داده که چطوری میتونید این کارو بکنید و برای برداشتتون کلیک بکنید. میگه که اول کلیک میکنید روی استارت، بعد اکانتتون رو اکتیو میکنید با ایمیلی که به اکانتتون در واقع واریز سنت شده، میگم واریز شده سنت شده، و دیگه اکسس پیدا میکنید به صورت آنلیمیتد به اکانتتون که بخواید پولتون رو برداشت بزنید و خیلی ساده میتونید این پول رو برداشت بزنید. بچه متد پیر هم داره برای برداشت که خیلی ساده توی ایران هم میتونید برداشتتون رو بزنید. بچه دمتون حسابی گرمه، دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو هم رو من تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب بکنید، کامنت برام بذارید و کلی به انرژی و انگیزه برید. بچه خیلی عشقید، جوین چنل تلگرام هم حتما حتما بشید قبل از خدافظی. ویدیویی که این مقاله براتون گذاشتم و حتما حتما تماشا کنید و تا ویدیوی بعدی کلی برای خودتون باشید، سعی کنید پولدار شید و فعلا خدا نگهدار.